آقای سفیر، تشکر از این که بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مختلف افغانستان با شما بحث داشته باشیم. میخواهیم پرسش های خود را با پروسه صلح در افغانستان آغاز کنیم. طوری که شما شاهد هستید که رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد صلح خود را به خاطر آغاز گفتگو با طالبان پیشکش نمود. شما این پیشنهاد صلح آقای غنی را چگونه ارزیابی میکنید؟ Well, first off, thank you for having me in today and for the opportunity to speak to your listeners. نخست تشکر از اینکه مرا اینجا دعوت کردید تا با شنونده های شما هم کلام شوم. شما صحبت را با یکی از موضوعات کلیدی آغاز کردید که صلح، مصالحه و پایان بخشیدن به کشمکش ها است. با باور ما پیشنهاد صلح رئیس جمهور در نشست کابل شجاعانه بوده و برای طالبان یک نسخه جامعه صلح است تا به پروسه صلح بپیوندند. البته که این پیشنهاد صلح که توسط رئیس جمهور در نشست کابل مطرح شده از سوی همه کشورها و شمول کشورهای همسایه افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای و حامیان این کشور مورد تایید قرار گرفته است. اما برخلاف گفته‌های شما، طالبان تابال خاموش هستند. به نظر شما سکوت طالبان چی معنی خواهد داشت؟ این پرسش را باید از طالبان بپرسید که چرا خاموش هستند. ما منتظر شنیدن پاسخ آنها هستیم، اما مهمترین است که مردم افغانستان هم در انتظار شنیدن پاسخ آنها هستند. فکر نمی‌کنید پاکستان در عقب این خاموشی است تا نشان بدهد که نقش مهمی را در پروسه صلح بازی کرده می‌تواند؟ این حدس و گمان است، اما باید تمرکز روی این باشد که چی گفته شده و چی به وقوع خواهد پیوست و اینکه طالبان تصمیم درست را بگیرند و به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند، چون برای پایان بخشیدن به درگیری ها و تامین صلح و ثبات در آن طرف نیاز است افغان ها بین هم گفتگو کنند. اما در بسیاری موارد طالبان مسلط تمایل بیشتر برای گفتگو با حکومت امریکا نشان دادن نسبت به این که با حکومت افغانستان بشینند و صحبت کنند. می‌دانیم که آنان این را ترجیح می‌دهند، اما اینکه چرا آنان مکررن روی این مسئله تاکید می‌ورزند باید که از خود آنان بپرسید. طبق روایت‌های همیشگی آنان، حکومت افغانستان طرف متقابل آنان نیست، اما به نظر من حکومت افغانستان به عنوان حکومت منتخب مردم که با برگزاری انتخابات‌ها ایجاد شده است، مرجع اساسی برای گفتگو با طالبان است. برخی مقامات حکومت افغانستان تاکید نمودند که همه حامیان این کشور باید از پروسه صلح حمایت کنند، اما ایالات متحده آمریکا مقرراً پیشنهاد طالبان را به خاطر گفتگو رد کرده است. همکاری آمریکا در پروسه صلح افغانستان چی گونه خواهد بود؟ اگر و یا هم هر زمانی که حکومت افغانستان رسمی و یا غیر رسمی خواسته باشد با طالبان گفتگو کند، ما از آن حمایت خواهیم کرد و از تلاش های این حکومت در وقت نیاز برای آوردن آنان به میز گفتگو با استفاده از گزینه نظامی و یا هم هر طریقه دیگری که باشد نیز حمایت خواهیم کرد. ما به طرف دیگر نیز توجه خواهیم کرد تا این صلح پایدار باشد، اما در کل این پرسش ها متعلق به افغان ها است تا مشترکاً روی آن بحث و گفتگو کنند. آقای سفیر، در آغاز سال 2018 میلادی رئیس جمهور ترامپ پاکستان را با فریب جامعه جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم متهم کرد و پس از آن برخی از کمک های ایالات متحده آمریکا به حکومت پاکستان که کمک های نظامی بود متوقف گردید. اما در برخورد پاکستان هنوز هم هیچ تغییری به میان نامده است. اگر پاکستان به این روشش ادامه بدهد، اقدام بعدی آمریکا چی خواهد بود؟ این که مشخصاً چی گامی را خواهیم برداشت تا آن حد نمی‌خواهم به جزئیات بروم، اما این را می‌گویم که بخش اساسی استراتژی ما همکاری خوب و تلاش‌های قوی‌تر از سوی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم که در آن کشور جابجایند است. ما تا حد شاهد همکاری بوده ایم، اما این برای ما و یا هم حکومت افغانستان کافی نیست. پس ما با استفاده از راه‌های متعدد حکومت پاکستان را تشویق می‌کنیم تا ادعایش در مورد عدم موجودیت تروریستان در آن کشور به اثبات رساند. در حقیقت ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر بالای پاکستان فشار وارد میکنند تا در رویکردش در برابر افغانستان تجدید نظر کند و ضمناً از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و همکار باشد، اما پاکستان از این فشارها فرار میکند و با کشورهای منطقه چون روسیه، چین و ایران میپیوندد. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این برخورد پاکستان مبارزه علیه تروریسم را دشوارتر نساخته است؟
Well, I think it's important to note that Pakistan. مهم این است که حکومت پاکستان همراه با چین، ایران و روسیه در نشست پروسه کابل از جمله کشورهایی بودند که از پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای گفتگوی صلح با طالبان حمایت کردند. پس در مورد اینکه حکومت‌های کشورهای منطقه در این زمینه چی جایگاهی خواهند داشت، نباید پریشانی وجود داشته باشد. من در انتظار یک پیشنهاد قوی‌تر دیگر با طالبان در نشست آینده تاشکند هستم و برای طالبان مهم‌تر این است که با این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند. در غیر آن جایگزین آن خشونت و تخریب بیشتر از سوی نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان خواهد بود. پس از یک و نیم دهه حالا روسیه و ایران در درگیری های افغانستان دخیل می شوند و یکی از نگرانی های روسیه فعالیت گروه داعش در این کشور است. با مداخله روسیه فکر نمی کنید که مبارزه در برابر تروریسم تا حد پیچیده خواهد شد؟ مداخله و یا هم فعالیت هر کشور خارجی در برابر تروریسم در افغانستان باید تنها مشروط و با حمایت حکومت افغانستان صورت گیرد. اما تا جایی که من می دانم حکومت این کشور با روسیه و یا ایران این اجازه را نداده است. ما برخی اتهامات از سوی حکومت‌های روسیه و ایران را شنیده ایم که گویا ایالات متحده آمریکا و یا هم شرکای دیگرش در برابر داعش و یا هم خراسان مسئولیت دارند که درست نیست. در حقیقت ما در کنار حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور بیشتر از همه کار کرده ایم تا در برابر موجودیت داعش و یا خراسان مبارزه کنیم. اما بدبختانه که حکومت‌های روسیه و ایران می‌خواهند با انعکاس این مسئله از مسئولیتشان در قبال افزایش خشونت‌ها از سوی داعش در برابر مردم سوریه و دیگر افراد در شمال عراق و سوریه شانه خالی کنند. اما افغان ها از مبدل شدن این کشور به یک سوریه دومی نگران هستند. اگر روسیه مستقیما دخیل شود، البته که شواهد هم وجود دارد که روسیه در تلاش دخیل شدن در جنگ افغانستان است، پس وضعیت چگونه خواهد بود؟ روسیه اینجا نمیتواند دخیل شود تا زمانی که حکومت افغانستان آنان را دعوت نکند و من امیدوار هستم که حکومت روسیه گروهی را مخفیانه حمایت نکند. این با روی کرد و تعهدی که ما همه اینجا زیر چتر ایالات متحده آمریکا داریم در تضاد بوده و نقض قانون بین‌المللی خواهد بود. در آخر میخواهیم چون ما شما در آستانه نوروز قرار داریم، پیام شما را به مردم افغانستان میخواهیم داشته باشم. با وجود از اینکه پیشگویی های میشد که بهار آینده نیز جنگ های شدید در کشور خواهد بود، طالبان نیز آمادگی برای جنگ میگیرند، شما چی پیام به مردم افغانستان میخواهید داشته باشید؟ میدانم که این سال برای افغانستان پر از چالش و خشونت ها بوده است. امید ما به سال آینده این است که یک سال صلح آمیز خواهد بود. مردم این کشور با حمایت ایالات متحده آمریکا و سایر شرکا می توانند روی ایجاد کشوری تمرکز کنند تا همه ادبای آن بتوانند در یک فضای پر از صلح و صمیمیت و عزت زندگی کنند. به طور مشخص به دست آوردن آن به کارهای بیشتر نیاز دارد، اما این یگانه آرزویی است که ما در سال آینده برای مردم افغانستان داریم و بر علاوه آن می خواهم بگویم که نوروز مبارک. Thank you.